ما و شما صاف و هموار شده، ایره بفهمیم که دعای مادر ما باعث شده که بتانیم که در جاده صاف و درست قدم برداریم و به اهداف خود در زندگی برسیم. امروز در این بخش برنامه خانم زبیده اکبر مهمان ما هستند، مهمان های دیگه هم داریم در او گوش استودیو که باز معرفی خواهد کردیم بر شما مهمان های ما را. خانم زبیده سلام بر شما، صبحتان بخیر، خوش آمدین، روز مادر برتون تبریک میگم. سلامت باشین. سلام به شما. سلامت باشین. تشکر بسیار زیاد. و طفلکتون نامش هم پرسونم نکردم. ای بچه من است آرش. آرش. آرش آرش شوخ هست گنی؟ نه امروز تو را آرام شده شیشتا. یک سال پیش بود. آرش جان سلام. سلام بابا جان. آرش جان سلام. امروز دلش نمیشه که ما گپ بزنه یا وقت از خواب یک کمک وقت. یک کمی کمی با فضا عادت بکنه. آرش دیگه آرش شوخ ماست، این رو با آرش شوخ میشناسیم. خب خانم زبیده، شما فکر میکنین که پر احساس ترین و زیباترین لحظات زندگی برای یک مادر چه وقت میباشه؟ من فکر میکنم که در نقاط مختلف دنیا آرزوهای مادرها یک آرزوی مشترک تمام مادرها دارن و این است که اولادایشان یک آینده بسیار خوب داشته باشن، بتانن که به جای بلند برسن، دستاوردهای بزرگ داشته باشن. و باز دیگه آرزوهای مادرها در نقاط مختلف دنیا میتونه متفاوت باشه. من فکر میکنم در افغانستان بزرگترین آرزوی مادرها و آرزوی مشترک تمام ما و شما با وجود آمدن امنیت و صلح هست در افغانستان. بله. پس آرزوی زبیده اکبر که امروز اینجا با ما هست چه خواهد بود در روز مادر؟ شخصا آرزوی ما ای است که ما یک روز برسه که تمام خانم‌ها در افغانستان و مادرها به عدالت دست بیافتند. من فکر میکنم که شیوه احترام ما به عنوان یک جامعه به مادرها بسیار زیاد ظاهری است. دست مادر خودم میبوسیم، میگیم بهش زیر پای مادر شه است، برش شاید گل بخریم، اما امو پاداش را که او بر تمام زحماتش حقش از او را به صورت درست برش ادا نمیکنیم. پس خانم زبیده، یک تحفه خوب در این روز یا در تمام عمر بر یک مادر چی هست به نظر شما؟ من فکر میکنم در افغانستان بهترین تحفه که ما برای مادرها میتونیم بتیمی است که اونا را به عنوان انسانای برابر به خود ببینیم. اگر پسر هستیم، اگر دختر هستیم، اگر شوهر هستیم، اگر برادر هستیم، بالاخره به این نتیجه برسیم که هر زن یک انسان برابر به ماست و هر مادر یک انسان برابر به ماست و ای که ما فقط دستش را ببوسیم یا به ظاهر به او احترام کنیم ای کافی نیست. ما باید واقعا به این باور برسیم که جان مادر خواه چشم چی میخوای آرش؟ گل میخوای که اونا انسان های برابر به ماستن، به خاطر که شما میفهمین که در افغانستان مادرها با مشکلات بسیار زیاد متعدد دست و پنجه نرم میکنن. افغانستان یکی از بدترین ممالک برای مادر بودن است. در هر 24 ساعت 11 مادر جان خود به خاطر ولادت یا اختلالات مربوط به ولادت از دست میده. یعنی اگر ما واقعا میخوایم که حقوق مادرها به جا شوه، اینی مشکلات عمده را از دست بدیم، جان از اونها نجات بدیم. و مادرای افغان اکثرا در خانه هستن، اولاد زیاد به دنیا میارن و اینقدر زمینه هم برشان مساعد نیست که برن و کار کنن و بتونن از فضای بیرون از خانه به نحوی استفاده کنن. آگاهی در مورد حقوق باروری در افغانستان بسیار زیاد کم است. هر مادر به صورت اوسط 5 طفل می داشته باشد در افغانستان و این اوسط است. یعنی مادر هستند که از یک از زیادتر طفل دارن و وقتی یک خانم ازدواج میکنه، تنها چیزی که اکثریت ما میتونیم در موردش تصور کنیم است که باید مادر شود، طفل دار شود. مادر شدن بسیار خوب است، طفل دار شدن بسیار خوب است، خواست خانواده ازش میاد. دقیقاً. منتها ما باید اینو فراموش نکنیم که یک مادر، یک خانم وقتی حامل میشه، وقتی طفل دار میشه نیاز به حمایت داره. دولت میتونه کارای کنه برای حمایت از او و خانواده ها میتونن کارای کنن برای حمایت از او. یک مادر که طفل داره مجبور میشه در افغانستان اگر شاغل است وظیفه خود از دست بده، به خاطر از اینکه فضای کارش اونمو امکانات برای ازی فراهم نمیکنه که بتونه ادامه بده مادر بودن و کار کردن. و دیگه ای که ما فراموش میکنیم که مادر بودن خوب است، اما یک خانم وقتی که طفل دار میشه باید وظیفه خود به دلایل دیگه هم از دست نده، به خاطر که تجربه بر ما نشان داده که ممالک وقت پیشرفت میکنن که زنا و
مردا در کنار هم کار کنند. شما تصور کنید که هر زن وقتی که مادر میشه وظیفه خود از دست بده، نصف جامعه دیگه تمام مسئولیتشون نگهداری طفل است. دلیلی که اگر ما اشتراک کنیم در نگهداری طفل، اعضای خانواده، پدر و مادر و دولت همکاری کنند و سهولت ها را به وجود بیاره، باز ما میتونیم که از نیروی خانم ها استفاده کنیم برای اینکه یک جامعه پیشرفته داشته باشیم. و اگر ما تصور کنیم که ما میتونیم افغانستان بدون زنا آباد کنیم، یک تصور بسیار زیاد اشتباه است. من فکر میکنم تجربه 30 سال گذشته برای ما نشان داده که سرکوب کردن خانم ها، در خانه نشاندن از اونا، باعث از این میشه که ما پیشرفت نکنیم و جنگ ادامه بدیم. بسیار تشکر. ما شما را با خود داریم و آرش هم دیگه اون از شوخی خود دیگه بخیر کم کم استفاده میکنه و اینجا هم خواه خود پوره میکنه. با گوشی ست ما هم دو متعلم خیلی عزیزی با خود داریم و امروز ترانه دارن در وصف مادر به مدلی مادر قصه بگو که لقا پیمان هستن و همچنان نادره پیمان. سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدین و روز مادر براتون، برای مادرایتون از اینجا ما تبریک میگیم و شما هم اگر پیام دارین میشه بگوین و پس از هم ترانه زیبایتون رو میشنویم. سلام اول به شما و به بینندگان عزیز. من لقا پیمان هستم، متعلم صنف 12 در لیسه عالی معرفت و من روز مادر را به همه مادران به خصوص مادر خودم تبریک میگم. زنده باشید نادره جان. سلام خدمت شما و بینندگان تلویزیون طلوع. نادره پیمان هستم، از صنف 11 در لیسه عالی معرفت درس میخوانم. من روز مادر برای تمام مادران جهان بالخصوص به مادر عزیز خودم تبریک میگم. پس من منتظر عمو ترانه زیبایی هستم که دیروز شنیدم و امروز میخوام که از زبان شما باز هم بشنم. خوب است؟ خوب. بله.
خب حال هم میریم به طرف تازه ترین های خبر ساعت 8 و پس از او هم ادامه برنامه بامداد.